مقام‌های پاکستانی از گشایش دوباره گذرگاه چمن اسپین بولدک بر روی موترهای بازرگانی و شهروندان افغانستان خبر می‌دهند. معاون کمیشنری چمن در پاکستان بر رسانه‌های پاکستانی گفته که این گذرگاه پس از دیدار با مقام‌های امارت اسلامی و گفتگو با آنان باز می‌شود. از سوی هم تصویرهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود نشان می‌دهد که نظامیان امارت اسلامی در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا با نیروهای پاکستانی به درگیری پرداختند، اما با تماس‌های مکرر موفق به دریافت دیدگاه امارت اسلامی و وزارت دفاع ملی در پیوند با چگونگی این رویداد نشده. نوید صمدی با جزئیات بیشتر. بازگشایی مرز چمن اسپین بولدک میان اسلام آباد کابل پس از گذشت یک هفته از مسدود ماندن مرز چمن اسپین بولدک به دلیل کشته و زخمی شدن سربازان پاکستانی در این ساحه، مقام های این کشور اعلام کردند که این مرز دوباره برای موترهای بازرگانی و شهروندان افغانستان بازگشایی می شود. معاون کمیشنری چمن در پاکستان بر رسانه‌های پاکستانی گفته که پس از دیدار با مقام‌های امارت اسلامی تعهد سپردند تا مرز میان دو کشور را بازگشایی کنند. مقام‌های افغان در جریان گفتگوها از وقوع این رویداد ابراز تأثیر عمیق کردند و وعده سپردند که متهم را به زودترین فرصت ممکن بازداشت و مجازات می‌کنند. در گفتگو توافق شد تا دروازه دوستی گذرگاه چمن اسپین بولدک از دوشنبه برای مردم و بازرگانان بازگشایی شود. پیش از این مقام های پاکستانی گفته بودند که تا هنگام سپردن حمله کننده با آنها این گذرگاه بسته خواهد ماند. باز و بسته نمودن مرزها بین افغانستان و پاکستان و اینکه ادعا میشه که بعضن تنش های نظامی بین نیروهای طالب و پاکستانی صورت میگیره، این همش به باور من جزی از برنامه استخباراتی پاکستان است و حال در سطح بین‌المللی این ترفندار هم استفاده میکنه پاکستان به خاطر بدنام سازی افغانستان. با بسته ماندن مرز چمن اسپین بولدک در بیش از یک هفته گذشته، صدها موتر در دو سوی مرز متوقف ماندند که زیانهای مالی را به تاجران وارد کرده است. در صورتی که بسته بودن این بندر ادامه پیدا بکنه، مشکلات و اضرار جبران ناپذیر بر پیکر اقتصاد افغانستان وارد خواهد شد و امیدوار هستیم که هر چی زودتر این معضله از دید سیاسی حل شود. هم تصویرها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد نیروهای امارت اسلامی با نظامیان پاکستانی در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا درگیر شدند که به نقل منابع شمار هم در این درگیری‌ها کشته و زخمی شدند. هر از گاهی بین مرز افغانستان و کشورهای خارجی و به خصوص پاکستان مشکلات ایجاد میشن. فکر بکنم داشتن ذهنیت قانونگرا و اصل احترام به قواعد بین المللی میتونه یکی از راه‌حل های در همین خصوص باشد. با تماس های مکرر موفق به دریافت دیدگاه امارت اسلامی و وزارت دفاع ملی در مورد این درگیری نشدیم، اما پیش از این امارت اسلامی گفته که با همه کشورها به شمول همسایگان خود خواهان روابط خوب و دیپلماتیک هستند.